به نام اول معلم انسان ضمن عرض و سلام و وقت به خیر خدمت بینندگان عزیز بنده محمد احمدزاده هستم میخواستم در خصوص نتیجه بررسی خودم در مورد نسخه پیشنویس استاندارد پی ام که نسخه هفت یا ویرایش هفتم استاندارد پی ام باک که با طعم تند چابک و بابک ترکیب شده برای شما توضیحاتی رو بدم به نظر من این استاندارد یک ماجراجویی جدید یا یک نیو ادونچر هست از طرف مؤسسه پی ام های. این رزومه بنده هست کسانی که علاقه سوابق 22 سال اخیر بنده رو در های مختلف کسب و کار مدیت پروژه و مدیت چابک ببینن میتونن به وبسایت بنده به آدرسی که در پایین صفحه درد شده مراجعه بفرمایید اهداف این پرزنت دو هدف کلیدی هست یک مبنای مشترکی برای درک و تحویل پروژه همون روی کرد جدیدی که پی ام با هفت به دنبالش هست و همچنین ایجاد سیستم ارزش مدار تحویل پروژه با روی کردهای قابل پیش بینی یا پردیکتیو اجایل یا چابک و همچنین ترکیبی این دوتا موضوع اصلی هدف این پرزنت هست که با این مبانی جدید شما آشنا بشید همین مبانی در واقع در استاندارد پی ام با که هفتم مد نظر هستش سه بخش داره این پرزنت و این ویدیو بخش اول در واقع مقدمه است بر اتفاقاتی که در پی ام باک 6 افتاده و همچنین تفاوت هایی که بین پی ام باک ورژن 6 و ورژن 7 وجود داره و همچنین تغییرات آزمون پی ام پی بخش دوم در مورد موضوع جدیدی تحت عنوان سیستم تحویل ارزش صحبت خواهیم کرد اجزای این سیستم رو خواهیم شناخت و المان مدیریت پروژه و پروژه در این سیستم تعریف میشه و بخش سوم اصول تحویل پروژه هستش که به بررسی دوازده اصل جدیدی که شبیه دوازده اصل چابک هست در تحویل پروژه میپردازیم اگر یه مروری بر پی ام باک ورژن 6 داشته باشیم سال 2017 مؤسسه پی ام آی به این نتیجه رسید که دیگه برای مدیریت پروژه فقط پی ام باک کافی نیست و همون فقط روی و حتی روی کرده آبشاری که در پی ام باک های نسخه قبل خیلی بولد بود و خیلی آشکار بود دیگه کافی نیست به همین دلیل در سال 2017 در کنار کتاب پی ام باک نسخه 6 کتاب جدیدی رو ارائه داد تحت عنوان اجایل پرکتیس گاید که این با همکاری بین پی ام آی و اجایل الیانس بود به این دلیل بود که پی ام آی میدید که استانداردش ضعف داره و باید متدولوژی های جدیدی مثل چابک و حتی هیبریدی رو پوشش بده به همین دلیل این دو تا کتاب رو به جای یک کتاب چاپ کرد و توی پی ام باک گاید هم در ابتدای از فصل سیز از فصل سه تا از فصل چهار تا سیزده هم ابتدای فصل رو به موضوع چابک اختصاص داد این نقطه شروع و به نظر من نقطه عطف اتفاقاتی هستش که در حوزه مدیریت پروژه افتاد استاندارد مدیریت پروژه بر اساس این هرم معمولاً با توجه به اینکه تمرکزش روی وات ها و چه ها هستش در بالای هرم مدیریت پروژه باید قرار می گرفت و ذیل این استاندارد انواع متدولوژی های مدیریت پروژه که همون ها و یا چگونگی اجرای مدیریت پروژه بودن رو باید شکل میدادند به همین دلیل تمام تلاش استاندارد بود که اون مرجع بودن و اون وات بودن رو در رأس هرم داشته باشه و بتونه استانداردی رو پیشنهاد بده که بتونه همه متدولوژی ها رو در واقع پوشش بده اما عملا این اتفاق نیفتاده بود و حتی با وجود چاپ کتاب جدید اجایل پرکتیس گاید که در کنار پی ام باک ارائه شد هنوز نقطه ضعف جدی در مورد استاندارد مدیریت پروژه بود که اون هم عدم توجه به چرخه حیات کل کسب و کار یا چرخه حیات دیولپمنت یا پروداکت لایف سایکل در واقع این ضعف وجود داشت حالا راجع به این پروداکت لایف سایکل و پراجکت لایف سایکل در ادامه و در های بعدی صحبت خواهم کرد لول آخر هم سیستم ها ابزارهای مدیریت پروژه است که مثل سیستم MSP، اس پی پریماورا ای شیرپون جیرا که با توجه به نوع متدولوژی انتخاب میشه اگر به این شکل دقت کنید قبلا تا ورژن 6 تمام تمرکز مدیریت پروژه از شروع پروژه تا تحویل پروژه یا آتپوت پروژه بود <تصفح> حالا معمولا هم بهش تحویل موقت میگن یا پریلیمیناری اکسپتنس سرتیفیکیت یا گواهی نامی تحویل موقت اخص میشه و لذا اتفاقی که الان در نسخه هفت افتاده این استش که میخواد کل این چرخه رو یعنی پروداکت لایف سایکل یا development life cycle را تحت پوشش خودش قرار بده و مطمئن بشه اون مواردی که توی ایده پروپوزالی و یا توی بیزنس کیس و بیزنس بنفیت management پلن پروژه در ابتدای پروژه و قبل از پروژه تعریف شده مطمئن بشه که در انتهای پروژه و در زمان آتکام جایی که پروژه به نقطه سر به سر خودش میرسه رسیده ده. این یکی از مهمترین شیفت پارادایم هایی هستش که در پی ام باک هفت اتفاق افتاده یعنی توسعه چرخه حیات کسب و کار به جای اینکه فقط به تمرکزش روی پروژه باشه و چرخه حیات پروژه باشه تمرکزش رو به دیولوبمنت یا پروڈاکت لایف سایکل برده این هرم هرم پیشنهادی بنده بود قبل از اینکه پی ام باک ورژن هفت در واقع درفت ورژن بیاد من فرضم بر این بود که کسب و کار ترکیبی است از پروژه ها و عملیات و برای اینکه این پروژه ها و عملیات بتونه به خوبی مدیریت بشه نیاز به یک بایبل مرجع هست و اون بایبل مرجع الان با توجه به تحقیقاتی که بنده کردم استاندارد معروفی است به نام بابوک ویرایش سوم مخفف بیزنس آنالیسس بادی آف نالج یعنی پیکره دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار این استاندارد رو مؤسسه آی, بی ای بر اساس پنج پرسپکتیو یا پنج چشمنداز از پنج منظر در واقع به کسب و کارها نگاه کرده منظر آیتی یعنی اعتقاد داره که اگر کسب و کاری میخواد متحول بشه باید به آیتی توجه کنه الان بدون آیتی کسب و کارها حتی کسب و کارهای پروژه محور نمیتونن پروژهشون رو خوب انجام بدن و کسب و کارشون رو مدیریت کنند مورد بعدی بی پی ام یا بیزنس پروسس منیجمنت هست و در واقع فرایند کل کسب و کار هستش که حالا بعدا خود این فرایندها میتونه بعدا تو پروژه ها خودش نقش بازی کنه بعدی آرکیتکچر ساختار هستش که بدون ساختار مناسب کسب و کار نمیتونه موفق باشه پرسپکتیو بعدی یا چهارم اجایل هست که چابکی کسب و کار است در دنیای پر از تغییر مدیریت پروژه و کسب و کارهای هم پروژه محور هم عملیات محور و یا ترکیبی چابکی حرف اول رو میزنه و خیلی مهمه و موضوع آخر بی آی یا خوشمندی کسب و کار مخفف بیزینس اینتلیجنس است به نظر من این هرم خیلی خوبه که در لایه بالایی مورد توجه صاحبان کسب و کار هیئت مدیره مدیر عامل کسب و کار و مدیران عالی کسب و کار قرار بگیره و در واقع این عزیزان با یادگیری این استاندارد بتونن پروژه هایی که در لایههای های برای مدیران پروژه تعریف میکنن و یا عملیاتی رو که در لایه پایی تر تعریف میکنن رو بتونن به نحو احسنت بعدا این پروژه ها و عملیات تعریف بشه و اجرا بشه لایه دوم که با رنگ نارنجی نشون داده شده مخصوص مدیران میانی، مدیران پروژه، مدیران فنی، مدیران آرندی، مدیران بازاریابی و فروش و پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری هستش سه ساعت داره شبیه همون سه در واقع سه تا متدولوژی وجود داره متدولوژی های آبشاری که من فرضم برای این بوده تا قبل از اینکه پی ام باک هفت بیاد خود استاندار پی ام باک به جای اینکه بیشتر پی ام باک باشد چون با روی کرده آبشاری خیلی خودش رو نزدیک کرده بود لذا با وجود اینکه این, که این استاندارد من این رو در این قسمت آوردم در واقع گفتم که پی ام باک برای اجرای پروژه های آبشاری بیشتر مناسبه رویکرد بعدی رویکرد چابک است که دو قسمت میشه شجره لایت ویت برای تیم‌های کوچیک زیر 15 نفر زیر 12 نفر و پروژه‌ای که مدت کوتاهی دارن و رویکرد بعدی فولر اپروچ هستش حالا اگه بخوام از مثال بزنم از اجال لایت میتونم به روش اسکرام اکسپی کریستال اشاره کنم اجال فولر اپروچ هم برای پروژه، بیش از تیم های بیش از یک نفر یعنی بیش از یک تیم یعنی چند تا تیم مثلا ده نفره 15 نفره رویکرد اجایل فولر اپروچ رو مد نظر دارن مثال خیلی واضحش هم رویکردی هستش که مثلا اسکرام در اسکرام یکی از روشهاش هست خود اجایل پراجکت منیجمنت یکی از روش ها هستش رویکرد سوم هم روی کرده ترکیبیه که در واقع ترکیب یا ترکیب متد های آبشاری و چابک یا دو تا روش چابک مثل اسکرام و کانبان رو با هم ترکیب میکنن میشه اسکرام بن که یا یک حالت اولش هم که ارز کردم میتونه یک فاز از پروژه با رویکرد چابک انجام بشه بقیه فازهای پروژه با رویکرد سنتی توی کنفرانس مدیریت پروژه امسال هم بنده یه ورکشاپی دارم تحت عنوان اجرای پروژه اجرای فاز ای یا مهندسی پروژه ای پی سی به روش چابک این خودش یه نوع هیبرید کار کردن یا ترکیبی کار کردن هست از بین متدهای ترکیبی هم یکی از متدهای بسیار نو و به روز دوابس هست که در واقع ادعا بر این هستش که آینده مدیریت پروژه رو دوابس رقم خواهد زد اگر سازمان عملیاتی رو از سمت ب... از این لایه بالا به سمت پایین تعریف کنه اون عملیات هم میتونه با سه رویکرد انجام میشه یه رویکرد آبشاری که معمولا از فرینورک یا چارچوب آIT وی تری استفاده میکنن برای مدیریت عملیات. اگر روی کرد چابوک باشه از متد یا فرینور یا چهار استفاده میکنن که به شدت چابک هست این رویکرد جدید و اگر هم روی کرد ترکیبی باشه از متد دوابس استفاده میکنن که، ارز کردم یه ترکیبی از عملیات و پروژه است خب برای عملیاتش هم میشه استفاده کرد تو لایه آخر تو سطح آخر که با رنگ قرمز نشون داده شده و مخصوص کارشناسان میانی کارشناسان پروژه کارشناسان آرندی بازاریابی و فروش پشتیبانی تعمیرات و نگهداری هست با توجه به نوع پروژه یا عملیاتی که اینجا هست ما پیشنهاد سیستم ها ابزارهای مرتبط رو دادیم مثلا اگر روی کرد من متد من چابک باشه برای مدیریت پروژه ها ما جیرا و تی رو پیشنهاد میدیم و برای مدیریت عملیات که بر اساس آی میتونیم سولار وینز وندیا و سایر ابزارها رو پیشنهاد بدیم همین جور برای اگر سازمانی متد اجرای پروژه هاش یا عملیاتش ترکیبه باشه ابزارهایی که اینجا هست مثلا اگر متد دوابس رو انتخاب کنه ما ابزار ماکروسافت اجور رو پیشنهاد میدیم که یکی از ابزارهای جدید شرکت مایکروسافت است اگرم که خب روی کردش آبشاری باشه همون اکسل و ام و پی پیشنهاد میشه هرچند که ام توی نسخه جدیدش خیلی به سمت چابا کم رفته این و اگرم عملیات باشه که عملیاتی که بر اساس آی تی ویتری باشه میتونه از منیج انجین و یا سایر ابزارهای مدیریت عملیات استفاده کنه خب این هرمی بود که من تو ذهنم بوده و توی کلاس ها جاهایی که مشاوره میدادم جاهایی که پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه یا مدیریت کسب و کار رو داشتم با این روی کرد جلو می دفتم. الان پی تلاشش رو داره میکنه که از این لول خودش رو برسونه به این بالا به خصوص برای سازمان های پروژه محور یعنی به عنوان یک مرجع اصلی قرار بگیره به خصوص پی ام داره به این نکته اشاره میکنه البته تو پی به این پنج پرسپکتیو اشاره نشده ولی چیزای دیگه ای گفته شده که خیلی به این پنج پرسپکتیو نزدیکه که در ادامه بهش میپردازم این به نظر من یک جورایی پا تو کفش بابک کردن هستش یعنی پی ام باک هفت تلاشش رو داره میکنه که پاش رو تو کفش بابک کنه و روکردهای بابک رو مد نظر قرار بده یکی از نکات دیگه یعنی یکی از شواهدی هم که من دارم میبینم توی خود همین پی ام باک شیش گفته که مدیر پروژه دیگه نباید فقط مدیریت فنی پروژه رو بدونه بل علاوه بر اون باید رهبری رو بدونه از اون مباعثی که توی رهبری از مباحثی که توی اجایل میاد و همچنین باید مدیریت کسب با و کار استراتژیک رو هم بدونه که این خب خودش موضوع استاندارد بابک یا همون استاندارد تجزیه و تحلیل کسب و کار هستش یعنی مدیر پروژه ای امروزی باید هم مدیریت فنی پروژه بدونه رهبری اون پروژه رو بتونه به بگیره یعنی چابک در واقع باشه عملا و همچنین مدیریت کسب و کار استراتژیک بدونی که خب همون استاندارد بابوک مرجعش هست این است که من عنوان این پرزنتم رو گذاشتم نگاهی بر پی ام باک هفت با تم تند چابک و بابک خب یه نکته ای هم که الان وجود داره اگر ما اون هرم قبلی رو برگردیم بهش نگاه کنیم همون هرمی که بنده پیشنهاد دادم تو این هرم اگر قرار بگیریم عملا فردی به نام تحلیلگر کسب و کار یا نقشی به نام تحلیلگر کسب و کار به وجود میاد که این فرد یا نقش در واقع وظیفش اینه که بر اساس استاندارد بابوک بیاد بیزنس آنالیز انجام بده بیزنس کیس اون پروژه رو در بیاره بنفیت منیجمنت پلن اون پروژه رو در بیاره بعد پروژه رو تو این نقطه به مدیر پروژه تحویل بده یعنی از بیزنس آنالیست به مدیر پروژه تحویل داده بشه و بعد با روی کرده حالا اگر فرض کنیم روی کرده من آبشاری باشه بر اساس فازهای فرض کنید آبشاری سکوئنشیال طراحی یا متوالی در واقع به این میگن چرخه حیات آبشاری از نوع متوالی یعنی طراحی انجام بشه تدارکات نصب و تست راه و انجام بشه اینجا مدیر پروژه اگر روی کرده رو انتخاب کنه از فاز آغازین برنامه‌ریزی اجرایی مانیتور و کنترل و اختتامی استفاده خواهد کرد البته اگر پی ام با ورژن 6 رو مد نظرش قرار بده و یه حوزه های دانش مدیریت پروژه رو هم باید انتخاب کنه و اجرا کنه بعد که دیگه مدی پروژه اینجا پروژه رو تحویل میده دیگه کاری نداره دیگه نقش جدی نداره چون با اوتپوت پروژه رسیده و بعد از اون برای اینکه پروژه به آوتکام و اون میزان نقطه سر به سر به اون فروش پیش بینی شده در بیزنس کیس و بنفیت منیجمنت بنفیت پلن برسه این وظیفه یه بیزنس آنالیز هست که این چرخه رو تا انتها دنبال کنه و مطمئن بشه که پروژه به اون فروش از قبل تعریف شده رسیده یا خیر خب این نقش شما به بیزنس آنالیست میدادیم تا این لحظه حالا اگر فرض کنیم به جای رویکرد سنتی یا آبشاری رویکرد چابک اگر اتفاق بیفته باز همون داستانه فقط در وسط کار به جای متد آبشاری از متد چابک باید استفاده بشه مراحل کار دیگه 6 تا دومین هست تحویل خروجی ارزش محور به جای فاز آغازین پروژه که توی روش سنتی آبشاری بود برنامه‌ریزی تطبیقی مشارکت زینفان بررسی عملکرد تیم تشخیص و حل مشکلات و بهبود مستمر افراد فرایند و محصول و بعد دوباره بیزنس آنالیز بیزنس کیس و بنفیت منیجمنت پلن رو بر اساس استاندارد بابک تهیه میکنه به مدیر پروژه چابک میده این که اسمش دیگه مدیر پروژه نیست مربی چابک اجایل کوچ و مربی چابک این 6 تا دامین رو بر اساس یکی از متوتا و یا روی چابک مثل اسکرام ایکس کانبان لین اجرا میکنه و پروژه رو اینجا به اتمام میرسونه دوباره پروژه رو بیزنس آنالیست از اجایل کش تحویل میگیره و بعد پیگیر این میشه که به نقطه سر به سر یا آوتکام پروژه برسه این روی کرد رو من تو ذهنم داشتم حالا استاندارد به نظر من استاندارد پی ام باک میخواد بیاد این بالا نقش کلیدی رو بده به مدیر پروژه یعنی مدیر پروژه فقط تو چرخه حیات که این وسط هست نقش بازی نکنه تو چرخه حیات پروژه فقط درگیر نشه بلکه تو چرخه حیات کل محصول یا پروداکت خودش رو درگیر کنه این پیشبینی من و با توجه به تقیقاتیه که انجام شده و با توجه به خود پی ام باک اکسپوژر درفت هستش این هم همون روش های سنتی ما هست که بهش میگن روش های آبشاری که حالا میتونه سری یا سکوینشیال باشه و یا اوورلاپینگ باشه مثلا فاس های پروژه میتونه تراحی تبرکات اجرا به صورت متبالی سری انجام بشه پشت سر هم یعنی یک فاز تموم بشه بعد فاز بعدی شروع بشه و یا اینکه میتونه همپوشانی دار باشه در واقع همون رویکرد آبشاری هست <تصفح> این هم که رویکرد چابک هست که حالا تو کلاس های چابک بنده به این اشاره میکنم ما برای جای پروژه ها به روش چابک چندین رویکرد داریم یکی از رویکردها اینکریمنتال هست وقتی که ما یه مشتری یا کارفرما یه تصور ذهنی از محصول نهایی در ذهن خودش داره و ما میایم اون محصول رو به صورت تکه تکه اینکریمنتال یا در واقع افزایشی بهش تحویل میدیم مثل خورده های پازل هر از هر دو روز تا یک ماه این خروجی ها رو آماده می کنیم میتونه دو هفته دو هفته باشه و این خروجی ها در بازه های زمانی تایم باکس شده در عجل بهش میگن تایم باکس شده یعنی زمان های مساوی ما این خروجی ها رو به صورت خرد خورد به روش اینکریمنتال تحویل بدیم و یا اینکه از روش به استفاده کنیم جایی که مشتری هیچ تصور ذهنی از اون محصول یا سرویس در ذهنش نداره تو روش ایتریتیو یا تکرار در واقع تکرار پذیر ما یه سکرچی رو میکشیم یک شکل کلی رو میکشیم و فیدبک مشتری بازخوردش رو میگیریم بازخورد کارفرما رو دوباره در مراحل بعدی تصویر کامل میکنیم تا به محصول نهایی برسیم روش اجال میتونه اینکریمنتال باشه میتونه ایتریتیو باشه و یا میتونه ترکیب این دوتا باشه که بهش میگن چنج دیریون یعنی ما میتونیم حتی از ترکیب این دوتا هم استفاده کنیم خب این روی کرده چابک بود که گفتم دو, دو تا دسته میشن لایت ویت ها که شامل تیم های کوچیک هستن برای تیم های زیر 12 نفر مثل اسکرام مثل لین مثل اکسپی و کریستال و روش فولر اپروچ برای تیم های زیاد بیش از یک تی تیم معمولا تیمامون هم تا 15 نفر می حتی تو بعضی از رفرنس ها گفتن اگر تعداد تیما بیش از 15 نفر باشه میان سراغ این روش مثل سکرام در اسکرام سکرام اسکیل و یا سایر روش ها خب بعد مقایسه هم کردم که اگر پروژه محدودش دقیق باشه ریسکاش کم و شناخته شده باشن چرخه حیاتش مر... مشخص باشه نیازمندی های کارفرما دقیق باشه RFP کامل باشه تغییرات پروژه کم باشه تکنولوژی ثابت باشه مثل پروژه های ساختمانی که تجربه جای پروژه هم در سازمان هست و مستند سازی خیلی مهمه خب از روی کرده پی ام باک یا بیشتر روی های آبشاری ما استفاده میکنیم اما اگه نه محدوده ما دقیق نباشه ریسکامو زیاد و ناشناخته باشه چرخه حیات اصلا مشخص نباشه مشتری ندونه چی میخواد RFP ناقص باشه تغییرات پروژه زیاد باشه تکنولوژی متغیر باشه مثل پروژه های آیتی، بیمه، بانکداری، استارتاپی که الزامات کارفرما پنهان مشخص نیست و, ها و نکته مهم تجربه اجرای پروژه هم در سازمان وجود نداره از سمتی از طرفی هم رقابت زیاده ما به سمت روی کرده چابک یا اجایل میریم که حالا گفتم توی اسلاید قبلی یا فول اپروچ یا روی کرده لایت ویت تا الان پی ام باک بیشترین تمرکزش تو این قسمت بود یعنی مدیریت پروژه های سنتی. الان تلاش میخواد بکنه که هم در پروژه چابک خودش رو درگیر کنه و هم در پروژه سنتی و نکته بعد اینه که میخواد در کل چرخه حیات محصول خودش رو درگیر کنه نه فقط در چرخه حیات پروژه متدولوژی هیبریدی هم که خدمتون توضیح دادم ترکیبی از های آبشاری و چابک هست و یا دو تا روش چابک با هم آینده مدیریت پروژه هم جی که میبینید بر اساس رفرنس های جدیدی که توی دنیا چاپ شده در حوزه مدیریت پروژه این هستش که اکثر پروژه ها به سمت متد های ترکیبی یا هیبریدی میرن مثلا متد دوابس یکی از این متود ها هست که در این شکل شما ملاحظه میفرمایید ترکیبی از چابک و فریمورک آی تی هست که با هم دیگه ترکیب شده و متد دوابس رو ایجاد کرده یکی از متد های ترکیبی برای سازمان هایی که هم پروژه دارن هم عملیات دارن هم پشتیبانی دارن هم فروش دارن این خیلی از این روش های دوابس استفاده میکنه مثل بانک ها بیمه ها مثلا حتی خیلی متد خوبیه برای بانک ها بیمه ها که به صورت مداوم دارن محصولات و سرویس های بیمه و بانکی میدن و بعد باید پشتیبانی هم بکنن خب این تا اینجا اتفاقاتی بود که در مورد پی ام باک 6 افتاده بود حالا من میخوام از اینجا بعد کمی راجع به تغییرات مفهومی پی ام باک 7 صحبت کنم اینجا سه تا فلش میبینی در واقع 6 تا فلشه که دو به دو با هم در ارتباطن تو پی ام باک 6 تمرکز ما مبتنی بر فرایند بود یعنی یه سری فرایندها 49 تا فرایند رو داشتیم یه سری ورودی داشت تولز و تکنیک و خروجی و هیچ الزامی وجود نداشت که آیا در عمل این فرایند قابل رسیدن به و مطمئن میکنه مدی پروژه که به محصول نهایی میرسه یا نه به همین دلیل بود که خیلی از پروژه های ما تو هم تو دنیا هم تو کشورمون به شکست میخورن یعنی فقط پی ام با مستندسازی اضافه بود ورژن هفت اومده گفته نه دیگه من پروسس اورینتد نیستم پرکتیس اورینتد هستم یعنی مبتنی بر عمل و اجرا هستم توی ورژن 6 ما تمرکزمون روی مدیریت پروژه بود ولی توی, مدیعت... توی ورژن 7 کاملا تمرکز روی پراجکت دلیوری هست یعنی به اینکه حتما مطمئن بشیم پروژه موفق بشه و به یه خروجی ملموسی میرسه توی ورژن 6 نکته اصلی این بود که خروجی ملموسی من آوت پروژه بود یعنی تا انتهای چرخه حیات پروژه یعنی دلیوریبل ها اقلام قابل تحویل پروژه رو تحویل بدم کافیه اما توی ورژن هفت تمرکز روی آوتکام پروژه و رسیدن به نتایج نهایی و حتی نقطه سر به سر پروژه هستش جالبه که خدمتون بگم تا قبل از این مخاطبانی که در مورد پی ام باک معرفی می شدن مخاطبانی بودند که از جنس پروژه تیم پروژه مدیر تر مدیر پورتفولیو بودند اما در ورژن هفت افراد جدیدی مثل تحلیلگر کسب و کار مثل زینفان چابک مثل پروداک اونر اجایل کوچ اسکرام اضافه شدن مربیان و رهبران چابک هم اضافه شدن و خب سایر زینفان کلیدی و حتی استاندارد اشاره میکنه هر زینف دیگری که فعال در زنجیری ارزش و پروژه مثل تامین کنندگان یا پیمانکاران دست دوم هم جزء مخاطبان استاندارد پی ام باک هست جالبه که بهتون بگم من همیشه تو کلاس ها و توی کتاب مختلف اینجوری میگفتن که استاندارد مدیریت پروژه باید از نگاه یه پیمانکار اصلی دیده باشه یه پیمانکار اصلی که یه کارفرما داره و یه سری ساب کانترکتور یا پیمانکار دست دوم زیر مجموعش هستن اما الان میبینید که نه استاندارد پی خیلی داره دو خ... به خصوص تو ورژن 7 میگه که من طیف مخاطبینم خیلی گسترده تر از قبل شده آزمون پی, ام پی هم که از 11 تیر 99 تغییر خواهد کرد باز با همین روی کرده دیگه فقط متد آبشاری نیست یکی از دوستان بنده که همین پری روز امتحان داده بود سی دیما امتحان داده بود و هر پنج تا مهارتش رو هم پروفشنال زده بود میگفت از اون 200 تا تقریبا 15 تا سال از سوالات چابک بوده دوباره چند روز پیشی که دوستان یه کارنامه ای رو به من نشون داد از مؤسسه پی ام آی که اونجا هم اومده از با این روی کرده جدید یعنی با روی کرده این وظایف و تسکا حتی به کارنامه نگاه کردن این نشون میده که مؤسسه پی ام ای عزم جدی داره که آزمون پی, پی رو به این سمت ببره یعنی فقط دیگه از متدولوژی آبشاری سوال نمیده حتما متدولوژی چابک و ترکیبی رو تو برنامهش داره لذا حالا من در انتها تو باز توضیح خواهم داد افرادی که میخوان مدرک پی ام پی بگیرن اگر الان وسط مطالعه هستن دوره پی ام باک رو گذروندن یا دور در حال این هستن که میخوان تصمیم بگیرن که تا قبل از 11 تیر 99 آزمون رو بر اساس همون استاندارد پی ام باک 6 بدن زودتر باید این کار رو انجام بدن هر چه سریعتر فرصتشون محدوده و مطمئنا تست را پر خواهد شد زماناشون پر خواهد شد لذا توصیه اکید بنده این هستش که حتما این آزمون رو سریعتر بر اساس همون پی ام با که شیش بدن که دوچار چالش نشن چون اگر این اتفاق بیفته که میبینید الان آزمون پی ام پی تغییر کنه ما باید هم از کسب و کار بدونیم هم از فرایندهای انتخابی مدیریت پروژه هم از روی کرده چابک بد بدونیم محیط کسب و کار یعنی حتما یه سری موضوعات از بابک خواهد بود و اضافه خواهد شد به استاندارد پی ام بای اینجا هم که در مورد افراد رهبری تیم و یا پیپل هست اینجا هم حتما از چابک رو خواهیم دید فرایندهای های مدیریت پروژه هم دیگه 49 فرایند نیست و 17 وظیفه خواهد بود همینجوری که میبینید فقط دیگه اگر من فرایند های مدیریت پروژه هم خیلی مسلط باشم نهایت میتونم 50 درصد سوالات رو جواب بدم و این بر یه 42 درصد و یه 8 درصد رو از دست میدم از این ورم به صورت افقی هم اگه نگاه کنیم اگه من فقط متد آبشاری رو بدونم 50 درصد سوالا رو میتونم جواب بدم حتما باید روی کارهای و, و هیبرید رو بدونم بعد از 11 تیر افرادی که فقط پی ام باک بخونن نمیتونن از اون پی, ام پی رو قبول بشن مگر اینکه کتابای دیگه مثل کتابای چابوک، اجایل پرکتیس گاید و یا سایر رفرنس ها رو که مربوط به چابوک و هیبریدی هست رو هم مطالعه کنن اینم که خب آمار مدارک پی, ام پی هست مدارک پی ام پی فعلا بالاترین این آمار مال 3 سپتامبر 2019 هستش 96000 نفر هنوز پی ام یعنی بیشترین آمار رو داره پیش بینی من این هستش که از 11 تیر این نرخ روش کم بشه با توجه به سختی که آزمون پی پیدا خواهد کرد و پیش بینی من اینه که مدارکی مثل متخصص چابک علاقمنداش بیشتر بشن و تمرکز رو این مدرک بیشتر بشه پیش بینی من اینه که و پیش بینی دیگر من این استش که مدرک PBA با توجه به اینکه پی داره میاد تو لول ت... کسب و کار مدک پی بی اعتبار شاید کمتر بشه و علاقمنداش کمتر بشن خب بریم قسمت دوم قسمت دوم استاندارد پی ام با که ورژن هفت اکسپوژر رفتش در مورد سیستم تحویل ارزش صحبت کرده که من تمرکزم رو به اجزای این سیستم تعریف پروژه مدیریت پروژه در این سیستم و زینفان پروژه شاخص های محیطی کسب و کار دارایی فرآیندی سازمان یا همون او و همچنین مدیریت پروژه طرح و محصول این محصول خیلی جالبی که موضوع جدیدیه به این نکات خواهم پرداخت ساختار جدید استاندارد ارز کردم سه فصل اول به این صورت فصل اول معرفی که همون تقریبا همون معرفی بود که خدمتون توضیح دادم فصل دوم سیستم تحویل ارزش هستش ببینید وقتی که از صحبت از سیستم می کنیم که میخواد ولیو تحویل بده اینجا منظور ما یک سری اجزاییه که در کنار هم باید قرار بگیرن این اجزا حالا در ادامه خواهیم گفت که شامل یک سری پلن ها و برنامه ها هستش که باید در کنار مدیریت پروژه و پروژه قرار بگیرن تا ما به اون ولیو مد نظرمون برسیم منظور ما پراجکت ولیو نیست ما منظور ما بیزنس ولیو یعنی پروژه هایی که بتونن بیزنس رو تغییر و تحول بدن دنبال آتپوت هم نیستیم ما دنبال دیزایرد یا اون منتهای آتکام هستیم به معنای واقعی به دنبال گریت آتکام هستیم آتپوت انتهای چرخه حیات پروژه است ولی آتکام بعد از چرخه حیات پروژه هستش خیلی از اوقات البته بعضی از پروژه هست مثل پروژه خدماتی مشاوره اینا آتپوت و آتکامش در انتهای چرخه حیات پروژه است ولی اکثر پروژه اینطوری نیستن برای اینکه شما بتونید سیستم تحویل ارزش رو ایجاد کنید حتما یک سری رولز های جدید و یک سری مهارت های جدید میخواید و نکته جالب تر اینه که چون بعد از پروژه تحویل میدید به مشتری دی نباید ارتباطتون رو با مشتری قطع کنید چون میخواید مطمئن بشید که اون ارزش مورد نظر مشتری میچوده لذا کاستمر ریلیشنشیپ اولویت شما خواهد بود خب این سیستم تحویل ارزش توی چابک قبلا تعریف شده بود توی چابک ما سیستم تحویل ارزش یا value دریون دلیوری رو به پنج بخش تقسیم کرده بودیم و براش تولز و تکنیک و نالج و اسکیل جداگونه تعریف کرده بودیم توی سیستم چابک توی رفرنس های چابک برای تحویل ارزش چابک میگفت اول بیا ارزیابی کن و ارزش چی هست بعد براش پلان کن ارزش رو تحویل بده مطمئن شو که این ارزش مورد تایید کارفرما هست و بعد ترک کن و ریپورت کن یعنی پیگیری کن ترک کن و گزارش بده که اون ارزش به چه صورته البته برای هر کدوم از این در واقع پنج مرحله و پنج تا پرکتیس هم اومده بود تولزا و تکنیک و یا نالجا و اسکیل هایی رو مشخص کرده بود این پس یعنی بحث تحویل ارزش مسبوق به سابقه است حداقل اینه که در مدیریت چابک وجود داشته حالا پی چرا رفته به این سمت به این دلیل که اومده یک سیستمی ای رو ایجاد کرده همونجور که گفتم میخواد تو چرخه حیات کل کسب و کار درگیر بشه نه فقط چرخه حیات پروژه میگه که یک سازمان اگر میخواد یک سیستم تحویل ارزش داشته باشه باید اول استراتژی های سازمان مشخص بشه این استراتژی ها تبدیل بشه به یک سری اهداف مشخص این اهداف مشخص در قالب یک سری اینیشیتیو مثل پروژه پروگرام و یا پورتفولیو در واقع برن توی سازمان ها اجرا بشن پیاده سازی بشن بعد از اینکه پیاده سازی شدن یک سری دلیوربلز یعنی اقلام قابل تحویل از پروژه ها در اختیار خدمت شما ارز کنم که زینفان اون پروژه قرار میگیره و بعد از اینکه این اتفاق افتاد توانمندی هایی ایجاد میشه که این توانمندی ها میتونه در واقع تبدیل بشه به آتکام پروژه این توانمندی ها یا کیپبلیتی ها کافی نیستن و مهم اینه که به آتکام برسه آتکام منظورش بعد از شرخه حیات پروژه است یعنی جایی که من به نقطه سر به سر خودم میرسم بعد از اینکه که آتکام حاصل شد حالا اون منافعی که سازمان به دنبالش هست کسب میشه و منافع میتونه مثلا درآمدزایی باشه و در نهایت اون ولیو مورد نظر سازمان به دست میاد بزن یه مثال بزنم که این اجزای سیستم کاملا قابل لمس بشه فرض کنید یه سازمانی رهبر یه سازمانی استراتژیش نوآوری هستش یکی از اون اهداف استراتژیکش نوآوری هستش این هدف استراتژیک میتونه در قالب یک ابجکتیوی تحت عنوان محصولات بهبود یافته یا محصولات نوآور شده خودش رو نشون بده خب حالا من برای اینکه این محصولات نوآور شده رو تعریف کنم یه پروژه ای رو تعریف می کنم یه اینیشیتیوی رو تعریف کنم تحت عنوان یک پروژه به عنوان پروژه بهبود مثلا محصول آلفا محصول محصول قبلی که وجود داشته یا نوآور کردن اون محصول مربوطه پس یه پروژه ای ایجاد میشه من میخوام این محصول نوآورانم بر اساس فیدبک مشتری نوآور بشه و یا بهبود پیدا کنه پس اینیشیتیو من میشه پروژه بهبود محصول مثلا آلفاب بر اساس فیدبک های مشتری این همینجا من یه پرانتز باز کنم میگن یکی نفری زنگ میزنه به شرکت تسلا به آقای ایان ماسک میگه که وقتی که من ماشین مثلا تسلا رو استفاده میکنم میره رو سیستم اتوپایلوت که خودش میخواد رانندگی کنه یک صدای بوغی داره که این صدای بوغ باعث میشه بچه من که مثلا صندلی پشت هست از خواب بیدار بشه بلافاصله یه پروژه یا اینیشیتیوی مؤسسه تسلا و آقای یان ماس مدیر عاملش ایجاد میکنه به نام جوی فیچر اسم این آقایی که این زنگ زده بود و این درخواست کرده بود جوی بود و بلافاصله تو سیستم ناوبری ماشین های تسلا که به صورت سیستم اتوماتیک هستن یه فیچری رو سریع طراحی میکنن به نام جوی فیچر که هر موقع اون فیچر روشن میشه یعنی صدای سیستم اتوپایلوت کم میشه اینو به از این جهت گفتم که خیلی از سازمان ها میان از فیدبک های مشتری در واقع حالت QFT بهش میگن تو مدیریت پروژه کوالیتی فانکشن دیولپمنت میان از فیدبک های مشتری اینیشیتیو دو ایجاد میکنن پروژه تعریف میکنن و محصولشون رو بهبود میدن خب حالا بیایم سراغ دلیوربلز های این محصول یعنی این قسمت دلیوربل های این پروژه میتونه یک سیستم یا یک محصول بهبود یافته با فانکشنالیتی های جدید باشه مثلا اگر پنج تا فانکشنالیتی داشته حالا بشه ده تا خب یعنی یه توانمندی جدیدی داره که مثلا فیچرهای اضافه روی سیستم هست مثل همین سیستم جویی که خدمتون گفتم توی, تلیب... توی, ماشین تسلا آتکام ما چیه؟ اون آتکام مورد نظر ما این استش که خب من این محصول نوآورانه رو کسب کردم بتونم یک سهم جدیدی از رقبا رو به نفع خودم تغییر بدم محصول من قطعا رقبایی داره این میشه آتکام اون چیزی که PMI دنبالشه دنبالش آتکامه نه اون دلیوربل ها دلیوربل ها قبلا شما دنبال این بودی یه فیچری رو طراحی کنی تمام بشی سوال اینه که من آیا اون سهم بازار رو کسب کردم یا نه یعنی انگار که بعد از اینکه پروژه تموم شد یه پروژه جدیدی تعریف میشه به نام فروش این محصول به نام این کسب سهم از بازار از محصول لذا اینجا آوتکام من میشه گرفتن بازار و عقص رقبا این آوتکام بعدا باید یک سری بنفیت هایی رو به من بده که مثلا افزایش درآمد هست بنفیت من اینه که افزایش درآمد استفاده بشه به دست بیاد و خب این در واقع بنفیت باعث رشد درآمد من میشه یا اینکه رضایت مشتری افزایش پیدا کنه در واقع اون بیزنس ولیوی که در نهایت به دست من خواهد رسید میزان سودی هستش که از رضایت مشتری و سهم بازار من کسب کردم خب این میشه یک سیستم تحویل ارزش که پس یه فریم که کلان هست همونجوری که میبینید یک سیستم هست یه سری اجزا داره که این اجزا پشت سر هم در واقع پشت هم دارن کار میکنن هشت تا بخش داره همونجور که میبینید و حالا من برای اینکه بتونم این سیستم رو بهینه کنم تمرکزم رو باید روی این قرار بدم که آپتیمایز کنم به عنوان مودی پروژه آپتیمایز کنم آتکام رو تو این مثالی هم که خدمتون عرض کردم آتکام ما این بودش که بتونه یه محصول در واقع با فیچرهای بهتر رو مشخص کنه که بتونه سهم جدیدی از بازار رو به دست بیاره و رضایت مشتری یعنی در واقع دیزایر آوتکام ما تو مثالی که خدمتتون زدم این بودش که یک محصول بهینه شده که بتونه لویالتی مشتری رو افزایش بده علاوه بر اون که میتونه سهم بازار رو به دست بیاره این دوتا آتکامی که الان اینجا مثال زدم یعنی افزایش سهم بازار و افزایش وفاداری مشتریان باید بهینه بشه یعنی با طریق بالانس کردن هزین المان های مدیریت پروژه مثل بالانس کردن کاست و کوالیتی و ریسک و انتظارات زینفعان و مردم و منابع باید این آتکام بهینه بشه دیگه هم جالبه پی ام باک فقط به اون مثلث اصلی اشاره نکرده میگه اینجا وقتی تو دنبال آتکام هستی دیگه فقط اون مثلث مهم نیست اون مثلث وقتی مهم بود که من به دنبال آوتپوت بودم یعنی من دنبال این بودم که اون دلیوربل ها رو به موقع تحویل بدم الان من دنبال اینم که من اون آوتکامه به دست بیاد یعنی دیگه فقط پروژه کافی نیست من باید به رضایت مشتری برسم به باید به هزینه مناسب برسم کیفیت باید برسم ریسکا رو بتونم بهینه کنم این میشه یک والیو بیس سیستم و علت دیگه هم که موضوع این قضیه ایجاد شده تغییرات تکنولوژی است که خیلی سریع داره اتفاق میفته تغییراتی که به صورت داینامیکلی داره اتفاق میفته و لذا باید روی کردهای سنتی اصلاح بشه ما منابع محدود هست و تمرکزمون رو باید بذاریم روی مشتری و اندیوزر یا همون کسی که محصول نهایی رو داره استفاده میکنه و رضایت او رو افزایش بدیم لذا دیگه یکی از آتکام های کلیدی پروژه تحویل پروژه نیست آتکام اصلی پروژه رضایت مشتریه رضایت کاستمر هستش یا رضایت اندیوزره این میشه اون آتکام ما که تو مثالم خدمتون توضیح دادم بعد توی سیستم تحویل ارزش سه لول رو هم تعریف کرده حالا این سه لول هم دلیل داره که چجوری تعریف شده یه لول اول که پورتفولیو ریویو اند هستش تو این لول هدف ما و در واقع مهمترین نکته ای که وجود داره این هستش که هر لحظه ما باید پروگرام ها و پروژه ها رو الاین کنیم با استراتژی ها یعنی تو این لول همونجوری که میبینید باید سریع پورتفولیو من پروگرام من الاین بشه با استراتژی ها علاوه بر اون که جوری پورتفولیو و پروژه تعریف بشه که میزان موفقیت بیزنس رو تضمین کنه دیگه من دنبال هر ای نیستم من دنبال پروژه هم که بیزنس من رو تضمین کنه که به اون اهداف استراتژیکم میرسم نکته دومی که وجود داره بیزنس ایمپکت آنالیسس هستش این بیزنس ایمپکت آنالیسس خیلی مهمه و باید مد نظر قرار بگیره تو بیزنس ایمپکت آنالیسس هدف ما این هستش که یک کالکشنی از نتایج و دیتا ها رو از پروگرام و پروژه ها جمع کنیم و فیدبک بدیم به پورتفولیو یعنی من هی به صورت مداوم فیدبک پروژه ها و پروگرام ها رو به پورتفولیو منیجر بدم که اون تصمیم گیری ولیو رو بگیره و نکته آخر ولیو پرفورمنس آنالیسس هست یعنی آنالیز عملکرد ارزش در واقع اینجا هدف من ایجاد یک بیزنس ولیو هست و دیتایی هست که ایجاد بشه از بیزنس و ارزیابی بیزنس و بیزنس به من بگه که چقدر این استراتژی ها تونسته در عمل به اون ولیو های من برسه و من هی مثلا از میزان فروشم فیدبک میگیرم به استراتژی ها فیدبک میدم که مطمئن بشم اون بیزنس ولیو ایجاد شده چون هدف نهایی این که من به این بیزنس ولیو برسم که تو این شکل قبلی ملاحظه فرمودید یه جورایی قسمت گزارشگیری مداوم وجود داره که این ولیو پرفورمنس باید اینجا انجام بده شبیه همین کاری که ما توی اجایلم می میکردیم توی سیستم تحویل ارزش و چابا که ما ترکینگ و ریپورتینگ ولیو رو داشتیم که اینجا اتفاق داره میفته یعنی در این لایه داره اتفاق میفته دوباره یه اسلاید دیگه داریم که اینم برای باز همین موضوع رو اشاره میکنه میگه شما برای اینکه بتونید یه value driven delivery سیستم ایجاد کنید نیاز به یک سری پورتفولیو پروگرام و پراجکت دارین علاوه بر اون یه سری آپریشن و عملیات مداوم دارید همون هرم اولی که خدمتون گفتم که شما در لایه بالا میاد کسب با و کار رو تحلیل میکنید بعد یک سری پروژه و عملیات تعریف میکنید اینجا داره میگه میگه دیگه فقط پروژه ها نیستن که ولی ایجاد میکنن خیلی از اوقات آپریشن ما این که پروژه بعدا چجوری فروخته بشه چجوری ازش درآمد بشه میتونه ما رو به ولیو برسونه و خب این میشه ولیو دلیوری سیستم این ولیو سیستم یا سیستم تحویل ارزش یک سری علمان های اینترنال وجود داره محیط داخلی وجود داره و یه محیط خارجی که اثر میذاره به سیستم تحویل ارزش که حالا الان در مورد اینترنال انوایرومنت و اکسترنال انوایرومنت و یا محیط داخلی و خارجی هم با هم صحبت خواهیم کرد در مورد تعریف پروژه و مدیت پروژه هم که استاندارد یعنی درفت ورژن هفت تقریبا هیچ تغییری نکرده و بدون هیچ مشکلی بدون هیچ تغییر تقریبا باقی مونده اما اومده یک سری به جای زینفان پیپل تعریف کرده در پروژه و همونجور که باز عرض کردم اینجا تعم چابک و قشنگ میشه دید پراجیکت لیدر و لید،, لید کردن پروژه مهم شده کسی که رهبری پروژه رو انجام میده کوچ مهم شده یعنی جزء زینفان پروژه اومده اعضای تیم که قبلا بودن الان هم هستن اینجا میبینید بیزینس رپرزنتیتیو یا نماینده کسب و کار و پروداکت اونر یا صاحب کسب و کار چیز مالک محصول که توی چابک ما بهش میگیم پروداکت اونر اون رو اضافه کرده که قبلا نبوده بقیه موارد مثل کاستمر و اند خیلی براش مهم شده و گاورننس بورد اما یه نکته ای داره که من توی این پایین نوشتم هر کدوم از این رول ها و سایر زینفعان یک سری ورودی و نظر دارن عقیده دارن که میتونه اثر بذاره به تصمیم گیری ها و یا فعالیت ها و یا از همه مهمتر آتکام پروژه لذا بحث افراد در پروژه یا همون حالا ما قبلا میگفتیم زینفعان الان میگه پیپل خیلی مهم هستش خب صحبت از عوامل درونی و بیرونی شد خب یادتون باشه ما این عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار بر کسب و کار پروژه رو یا در بر پروژه رو ما تحت عنوان انترپرایز انوایرمنتال فاکتور میدیدیم یعنی شاخص های محیطی کسب و کار که توی ویرایش ششم یعنی ویرایش قبل همین ویرایشی که وجود داره و کامل هست این دو دسته میشد اینترنال و اکسترنال همین عوامل اینترنال و توی ورژن هفتم کاملتر شده خیلی کاملتر شده و علتش هم اینه که معتقده تو این شکل هم که میبینید عوامل اینترنال و اکسترنال روی سیستم تحویل ارزش بر پروژه در واقع ایجاد یک پروژه و رسیدن یک پروژه به ارزش یا آوتکام خیلی اثر گذاره اونایی که با رنگ سبز مشخص شده عوامل این عواملی که بیرون دایره هستن عوامل بیرونی هستن اکسترنال هستن اونایی که رنگ سبزن Uh, یعنی مواردیه که جدید بوده توی این ورژن uh, قبلی نیست و این اینا جدید هست مثل اکادمیک ریسرچ یعنی یه پروژه میتونه از اکادمیک ریسرچ یا تحقیقات دانشگاهی کمک بگیره برای اینکه محصول بهینه ای رو داشته باشه این موضوع خیلی جالبه یا مثلا سوشیال اند کالچر اینفلوئنس شو همین uh, مشکلی که ما داشتیم مثلا اینترنت قطع شد خیلی از پروژه های ما به مشکل خورد این یعنی مشکل سوشیال و در واقع اثرگذار بود که موجب شد مثلا بعضی از سازمان ها پروژه هاشون به مشکل بخوره یا کامرشیال دیتابیس یعنی دیتابیس های کامرشیال که خود این میتونه لیست رقبا باشه میتونه دیتابیس های فروش من باشه چرا کامرشال دیتابیس مهمه برای یک پراجکت منیجر برای اینکه بعدا میخواد اینو بفروشه اون محصولش رو لذا این عامل میتونه یه عامل بیرونی جدید باشه عوامل درونی هم تغییر کردن قبلا فقط ارگانیزیشن کالچر و استراکچر و هیومن ریسورس و ادمنستریشن نیرو بود اما الان میگه جیوگرافیکال دیستریبیوشن و فاسیلیتیز اند ریسورس یعنی نحوه توضیع جغرافیایی امکانات و منابع شما تو پروژه مهمه زیر ساخت شما حالا زیر ساخت آیتی زیر ساخت فنی شما مهمه آیتی مهمه اصلا سافر های آیتی مثلا ابزار یا تو تون هرم من اون لایه پایین رو سیستم ها و ابزار اون مهمه برای شما شما نمیتونی بدون آیتی پروژات رو دیگه مدیریت کنی و همچنین میزان دسترس در دسترس بودن منابع مناسب الان خیلی از سازمان ها و پروژه از منبع های حرفه‌ای و مناسب رنج میبرند این داره میگه که نقش عوامل EF یا Enterprise Environmental Factor در پروژه خیلی جدی از قبل شده OPA ها یعنی همون دارایی های فرایندی سازمان مخفف Organizational Process هست تقریبا بدون تغییر مونده و شامل همون دو دسته کلانی بود که هست یکی Corporate Knowledge Base یعنی دیتابیس های دانش محور مثل درس ها, مخته ها فایل های پروژه دیتابیس های فنی دیتابیس های مالی و یکی هم خب پی 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 های پروژه است پالیسی پروسس پروسیجر یعنی سیاست ها فرایند ها و در واقع دستورالعمل ها که خب حالا هر کدومش هم تو این شکل نشون داده شده تقریبا بدون تغییر مونده موضوع بعدی که خیلی باز جدیده همونجور که عرض کردم پروداکت منیج قبلا تمرکز ما روی پروژکت منیجمنت بود الان میگه غیر از پروژکت منیجمنت ما پروگرام منیجمنت رو هم باید توی این استاندارد جدید داره در واقع میگه که باید دیده بشه و از همه مهمتر پروداکت منیجمنت پروداکت منیجمنت یعنی من یک در واقع چرخه حیات محصول رو ببینم از زمانی که محصول معرفی میشه رشد پیدا میکنه ساخته میشه و بعد محصول به دوران بازنشستگی خودش میرسه انگار که من باید همونجور که از کردم کل چرخه ی حیات کسب و کار رو ببینم از زمانی که محصول من در واقع تعریف میشه معرفی میشه به بازار و بعد حتی فروخته میشه بهینه میشه اصلاح میشه و یا همه اتفاقاتی که برای اون محصول میفته برای من مهم هستش جایی که به بلوغ میرسه جایی که باید من اون محصول رو ریتایر کنم بازنشسته کنم و محصولات جدید رو بیارم این موضوع به نظر من خیلی موضوع مهمیه که برمیگرده به همون اسلاید اول من که خدمتون عرض کردم و مهم میشه در واقع چرخه حیات کل کسب و کار و بخش آخری که استاندارد پی ام که در واقع تو این نسخه درافت ورژن یا نسخه اولیه ارائه شده بحث اصول تحویل پروژه که اومده برای تحویل پروژه دوازده تا اصل کلیدی رو تعریف کرده که خیلی جالب شبیه دوازده اصلی هستش که توی چابک ما داریم این قسمت کلمات کلیدی که وجود داره برای تحویل پروژه اینا هست یکی این که هدف از پروژه بیزنس ولیو دلیور بیزنس ولیو برای اینکه من بتونم ولی رو تحویل بدم یک سری اصول تعریف کردم پرینسیپال تعریف کردم که این پرینسیپال ها در اکثر صنایع و در اکثر فرهنگ ها مورد قبول هستن یعنی چیزی رو تعریف کرده که جهان شمول باشه مثل دوازده اصل چاوو که تقریبا همین شرایط رو داره تمرکز منم روی آتپوت نیست تمرکز من روی آوتکام است و از همه مهمتر و جالبتر که خیلی اینجا اجایل بیس به قضیه نگاه کرده این استش که اینوویشن یا نوآوری و فلکسیبیلیتی یعنی انعطافپذیری خیلی مهم میشه در مدیریت پروژه و در تحویل پروژه این دوازده تا است در واقع یک سری راهنما هستند برای مدیریت پروژه بهتر این اصول یا این دوازده تا است هدفش اینه که تعریف کنه چه چیزهایی و چرا در واقع تعریف میکنه چرایی و چه چیزیه یا وات و وای project management رو چرا من باید مدیریت پروژه رو انجام بدم و اینکه چطور یا وات what... اصلا چی هست مدیریت پروژه از منظر این دوازده تا اسب اینها میتونن به عنوان یک سری نرم ها تعریف بشن یک سری ولیو باشن خود این دوازده تا هست برای مدیریت پروژه یک سری حقایق هستن یک سری ولیو ها هستن و به کارگیری هر کدوم از این اصول میتونه اثرگذار باشه با, با یعنی ت... تاثیر میپذیره از کانتکس اون پروژه اون زیرساختی که اون سازمان داره خود سازمان بلوغ سازمان بلوغ پروژه خود نوع دلیوربل ها و اقلام قابل تحویل پروژه تیم پروژه زین و حتی ای اف ها که خدمتون گفتم حتی اون عوامل ای اف هم میتونن توی این دوازده تا دو اصل اثر گذار باشه من اینجا آمدم این دوازده تا اصل رو تعریف کردم و نوشتم و جلوش شب نوشتم که چه تعمی از اجایل یا بابک رو به این دوازده تا اصل در واقع اشاره شد یعنی بعضی از این دوازده تا اصل ها بعضی از این اصول مستقیما تو اجایل اومده و یا مستقیما توی بابک اومده که با هم مرور میکنیم یکی این که ای پروژه باید دیلیجنت باشه یعنی سختکوش، رسپکتفول باشه معدب و کیرینگ استیوارد باشه یعنی ناظر و مشاور پیگیر باشه و حمایت کننده باشه خب ما تو اجایل ما اینو داریم تحت عنوان سروانت لیدرشیپ که یکی از تکنیک ها و یکی از اصول اجایل کوچ هستش یک نوزه دوم بیلد کالچر اکانتیبلیتی اکانتبلیتی اند رسپکت یعنی ایجاد یک فرهنگ مسئولیت پذیری و احترام به طرفین. خب این باز جزی از مانیفست چابک اصلا مانیفست چابک میگه افراد و تعاملات اولویت دارد بر فرایندها و ابزارها جزی از مانیفست چابک سوم میگه درگیر کردن انگیج کردن استیکولدر یا تعامل با زینفان برای اینکه بشناسیم اینترستشون چیه نیدشون چیه وانتشون چیه خب این توی پی ام باک هست همین الان توی پی ام باک شش فصل آخر در مورد مدیریت زینفان گفته شده اما تو اجایل ما داریم این موضوع رو که تعامل خیلی جدی ما میگیم با زینفان داشته باش جوری که حتی تو روش ایکس بی از روش های چابک میگیم مثلا پروداکت اونر یا صاحب مسئول در کنار تیم حتی به صورت کامل تمام وقت کنار تیم حضور داشته باشه و سوالا رو بلافاصله جواب بده موضوع بعدی فوکس آن ولیو هست خب موضوع بسیار جدیدیه اما تو اجایل ما داشتیم تو بابوک اینو داریم مثلا و تمرکز روی ولیو خیلی مهمه تو این دوتا موضوع پنج به نظر من یه موضوع جدیدیه که خود پی با که هفت در واقع بهش اشاره کرده بحث سیستم اینتراکشن اصلا ایجاد سیستم مثل همون سیستم تحویل ارزش که خدمتتون عرض کردم تعامل سیستم ها با هم دیگه به نظر من یه موضوع جدیدیه خیلی تو اجایل و بابک به تعامل بین سیستم های مختلف مدیریتی مثل مثلا سیستم فروش سیستم پروژه و سیستم سی خیلی بهش اشاره نشد بود به نظر من این موضوع جدیده ششم که خیلی کاملا اجایل بیس این جمله موتیویت اینفلوئنس کوچ اند لرن هست یعنی افراد تیم باید موتیویت بشن انگیزه ایجاد بشه براشون اثرگذار باشه مدیر پروژه که حالا اسم شما کوچ میذاریم و همچنین یاد بگیرن خب این یکی از اصول اجایل هستش ما یه جلساتی داریم در انتهای هر اسپرینت بهش میگیم رترو اسپکتیو میتینگ ما اونجا در ساموخته پروژه و اون اسپرینت رو مرور میکنیم و بحث کوچ هم که خب اصلا یکی از کلمات کلیدی ما تو هست توی چابک اصل هفتم تیلور دلیوری اپروچ بیسد آن دی کانتکست اینکه تحویل پروژه بر اساس کانتکست باشد خب این تو پی ام از تو اجایل هم وجود داره که حتی میاد پیشنهاد میده که شما برای مثلا پروژه های نرم افزاری از روش اجایل اکسپی استفاده کنید برای پروژه های دیگه مثلا از اسکرام استفاده کنید برای پروژه های مثلا پزشکی پیشنهاد میشه از روش کریستال استفاده بشه اگر فرض کنید مثلا میخوایی پیس یا یک مثلا دستگاهی در داخل بدن انسان باشه از روش کریستال پیشنهاد میشه خب این یعنی تیلور کردن روی کرده ما با توجه به کانتکست پروژه هشت بیلد کوالیتی این تو and اند ریزالت خب این توی پی ام باک هست بحث کوالیتی منجمنت رو داریم تو اجایل ما این رو داریم نهم که باز خیلی جالبه اجایل بیسه ادرس complexity یوزینگ نالج experience اند لرنینگ اینجا ما توی مدیریت پروژه پی ام باک ورژن 6 اصلا یه فرایند مدیریت دانش رو داریم اما اینجا یه چیز اضافه تری داره به نام استفاده از تجربیات و یادگیری این خیلی مهمه که خب تو اجایل خیلی اشاره شده بحث بعدی ادرس کردن فرصت ها و تهدید تو همه استانداردها هست تو بابوک اجایل و همه یه روی کرده یازده خیلی جدید جالب تو پی ام باکا خیلی اینجوری جش اشاره شده یکی ادپتبل بودن یا تطبیق پذیر کردن خود با شرایط پروژه و همچنین رزیلینت یعنی ارتجایی فنرشک بودن واکنشی بلافاصله مثلا نسبت به یه موضوعی پاسخ دادن به تغییرات مثلا کسب و کار یا سایر عوامل اینجا خب کاملا اجایل بیس هست و آخری هم که خب مدیریت تغییرات هست enable change to achieve the envisioned future state این future State اصلا یکی از فرایندهای در واقع یکی از تسکای است که ما تو باباک داریم یعنی باید کسب با و کار رو از نقطه موجود به نقطه مطلوب یا فیوچر تبدیل کنیم اینجا خب هم توی اجایل هست تو باباک هست توی پی ام باک هم یه بخشی داریم که خب مدیریت تغییرات هست توی فرای حوزه دانش یک و مدیریت محدوده من اومدم دوازده تا اصل چابک هم خدمتون اینجا ارائه دادم که یه مقایسه بکنید که که ما توی چابک هم دوازده تا اصل رو داریم که خیلی اینجا به وجود داره مثلا رضایت مشتری همون آتکام ما هستش که دنبال ما هست توی پروژه چابک ما دنبالش هستیم یا استقبال از تغییر همینجور که میبینید توی با اصل دوازده ما توی این کتاب جدیده پی ام با هفت خیلی تطابق داره و یا سایر و اصول که دوستان میتونن این دوتا جدول رو با هم مقایسه کنن و ببینن چقدر رد پای چابک در پی ام باک ورژن هفت دیده میشه هر کدوم از اینام هم خب هر کدوم از این اصول هم نیاز به یک سری توضیح داره که من توی با توجه به اینکه فرصتمون خیلی محدود هست دیگه نیومدم تکره که این اصول رو توضیح نمیدم اینشالله در دوره هایی که به زودی تعریف خواهد شد تک تک این اصول رو بحث خواهیم کرد اینکه چجوری این اصول رو در عمل تو پروژه ها استفاده کنیم بحث خواهیم کرد چون میگم خیلی از این اصول یا از بابک داره میاد یا از شابک داره میاد دیگه من این دوازده تا اصل رو فقط اسلایداش رو گذاشتم که بعدا دوستان و علاقمندان مدیریت پروژه ببینن اما بریم سراغ حرف آخر اگه بخوایم یه جنبندی از کل این کتاب داشته باشیم در واقع این اکسپوژر درفت این ویرایش اولیه‌ای که وجود داره نسخه اولیه‌ای که اومده داشته باشیم و اگر بخوایم یه مقایسه ای کنیم بین پی ام باک ورژن 6 و پی ام باک ورژن 7 دیگه استاندارد مدیریت پروژه که فازهای آغازین برنامه‌ریزی اجرایی کنترلی و اختتامی رو داشت تبدیل شده به استانداردی با اون 12 تا اصلی که خدمتون گفتم شامل نظارت، تیم، زینفان ارزش همون تمرکز روی ارزش جامندیشیدن رهبری بومی سازی کیفیت پیچیدگی فرصت ها و تهدید که صحبت کردیم سازگاری و انتافذیری و مدیریت تغییرات احتمالا این دوازده تا اصل در واقع،, در واقع احتمالا که نقطعا به جای استاندارد مدیریت پروژه که فازهای ما پنج تا فاز بود این دوازده تا اصلی که خدمتون توضیح دادم جایگزینش خواهد شد که خود این دوازده تا اصل بر اساس اون چیزی که من توی امتحان پی ام پی آینده خواهم دید یعنی میبینیم خودش به سه دسته کلی دسته بندی خواهد شد یکی فرایندهای های اصلی بودیت پروژه یکی فرایندهای کسب و کار مثلا احتمالا ولیو توجه برزش توی آزمون پی ام پی میره قسمت تسکای یعنی بخش فرایندهای کسب و کار و یکی هم افراد و رهبری تیم هستش که مثلا خود رهبری به نظر من میره توی اون سطح قرار میگیره به جای حوزه های دانشی مدیریت پروژه که اون حوزه های دهگانه مدیریت پروژه بود ما اینجا دیگه اون در واقع شامل این موارد خواهیم بود دیگه نمیایم حوزه یک پارچگی داشته باشیم محدوده داشته باشیم زبانمندی داشته باشیم بعد تو هر کدوم برنامه‌ریزی داشته باشیم ما یه برنامه‌ریزی کلی داریم یه چرخه حیات کلان داریم یه کار پروژه داریم یه عملکرد کلی پروژه داریم یه شرایط عدم اطمینان و ابهام داریم یعنی به جای اون حوزه های دانشی خیلی تبکیک شده ما ترکیبی از حوزه های دانشی که اینجا هست رو در عمل اینجا خواهیم دید نکته آخرم این هستش که در واقع تو این قسمت نکته آخر این هستش که استاندارد ها استاندارد پی ام با که هفت خیلی تلاش کردی خودش رو بتونه با دیجیتال ترانسفورمیشن تطبیق بده یعنی ادعاش این هستش که میتونیم این استاندارد رو برای تحول دیجیتالی برای دیجیتال کردن یک کسب و کار اون چیزی که الان خیلی از کسب و کارها باید به دنبالش باشن یعنی بر بستر آیتی از ابزارهای آیتی استفاده کنن هوشمند بشن چابک بشن همون پنج تا پرسپکتیوی که در ابتدای هرم در خصوص بابا خدمتتون گفتم اون پنج پرسپکتیو رو بتونن اجرا کنن پی ام باک مدعی هستش که میتونه این پی ام باک ورژن 7 میتونه این تحول دیجیتال رو تو کسب و کارها در واقع سبب بشه سخن آخرم هم در خصوص افرادی که میخوان مدرک مدر... مدارک بین المللی بگیرن به هر دلیلی میخوان خارج از کشور برن میخوان توی کشور بمونن و مثلا رزومهشون رو کامل کنن و یا هر دلیل دیگه سه تا مدرک خیلی کلیدی میتونه جلوی روی این افراد باشه اگر تلاشتون و هدفتون این هستش که در حوزه مدیریت پروژه و به عنوان مدیر پروژه مسیر شغلیتون رو ادامه بدین پیشنهاد من این هستش که اگر پی ام باک ورژن 6 رو شروع کردین زودتر تمومش کنین و خیلی زودتر یعنی حتی قبل از این محل و زمان آزمونتون رو نهایی کنین چون امتحان پی ام پی رو همچنان باید بریم خارج از کشور امتحان بدیم لذا نظر من این هستش که اونایی که الان وسط راه هستن شروع کردن مطالعه کردن دوره پی ام با یا دارن مطالعه سلف استادی میکنن حتما سریعتر تا قبل از تیر ماه 99 آزمونشون رو بدن چون امتحان پی ام پی بعد از این تغییرات به نظر من خیلی سخت و پیچیده خواهد شد لذا پیشنهاد من به این افراد اینه اما افراد دیگهی که میخوان امتحان پی ام پی بدن و پلنشون برای بعد از تیرماه هستش پیشنهاد من اینه که همین الان هم دوره پی ام باک رو باید بگذارن و هم دوره چابک رو و حتی اگه میتونن دوره بابک رو حالا بابک خیلی چیز دیست. ولی چابک خیلی الان تعم چابک توی ورژن هفت هستش این در مورد افرادی که میخوان پی ام پی بگیرن افرادی که میخوان متخصص چابک بشن چابک گفتم به نظر من آینده مدیریت پروژه به سمت چابک و دوابس خواهد رفت لذا چابک الان یه اقیانوس آبیه پی ام پی اقیانوسش کاملا قرمز شده همه دیگه میدونه تو ایران خیلی ها پی ام پی دارن تو دنیا همینجوره خیلی ها دارن ولی ما مشکل از اون تغییرات هست الان تو کسب و کارها و پروژه ها ما تغییرات خیلی سریع داریم لذا پیشنهاد من اینه که اگه واقعا میخوان توی اقیانوس آرامی فعال بشن که این اقیانوس آرام به دردشون بخوره کار باشون در واقع براشون کار باشه و به شدت هم الان نیاز داریم ما توی پروژه هامون به متخصصین چابک و اسکرام مستر اجال کوچ و این کسی که بتونه متوت های چابک رو تو پروژه استفاده کنه و پیاده کنه پیش من اینه که برن سراغ از مدرک ای سی پی خوبی مدرک ای سی پی نستش که میتونن تو ایران این آزمون رو بدن این خودش یه حسن جدی هستش که خب به نظر من این فرصت فرصت عالیه و شاید این فرصت به زودی از, ب... از بین بره با توجه به مشکلات و تحریم هایی که وجود داره و نکته آخر برای مدیران کسب و کار هست مدیران کسب و کار اونایی که صاحب یک کسب و کار هستن اونایی که هیئت مدیره هستن اونایی که میخوان بیزنس آنالیست رو به صورت حرفه ای انجام بدن اونایی که میخوان تو اون رأس اون حرم کسب و کار همون هرمی که در ابتدای کار نشونتون دادم رنگ سبز بود قرار بگیرن پیشنهاد من مدرک CBAP هست و توصیه اکید میکنم که این مدرک رو اخذ کنم این مدرک خیلی کاربردی هست برای این افراد خیلی ممنون از اینکه به عرایز بنده توجه فرمودید این راه های ارتباطی با, با من هستش وبسایت بنده همونجور که میبینید آدرسش اینجا اومده آپارات یوتیوب تلفن ایمیل لینکدین اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی که بنده در اون حضور دارم خیلی ممنون از اینکه به عرایض بنده توجه فرمودید متشکرم